دلها. پس بگو چرا تا اینجا اومد؟ ما آوردیمش. آره، ولی چجوری تا اینجا اومد؟ با ما اومد. آره، واقعا اینا منظورشون چیه؟ دنبال چی هن؟ آره، وقتی دیگه ما هیچی نداریم پس دنبال چی هن؟ صدف چمدونامون. اونا دنبال چمدون هن. چمدون؟ آره، چمدون تنها چیزی که برامون مونده. نه خیر چاوش خان، اونا آبرو و شخصیت اونو میخوان. آفرین. آره، اونا رو هم میخوان؟ اصلا فقط هم اونا رو میخوان، از اول هم هدفشون همین بوده. آره، بعد چرا اول کوله هامونو دزدیدن؟ برای اینکه ما بی پول و بی شناسنامه بشیم، بیفتیم تو درد سر. آره، ولی چه تلاش مذبوحانه یا نه؟ حالا هم که دیدن تیرشون به سنگ خورده، یه جور دیگه میخوام ما رو اذیت کنن. خواهر من، برادر من، یه ساعت بدون شناسنامه کنار هم نشستیم، داریم ما هم صحبت میکنیم. به حرمت آشناییمون چیزی نگفتم. لطف کنین از هم فاصله بگیریم. اگه فاصله افتاده، اگه من با خودم سردم، شما کاری با این هتل کردین که فکرش هم نمی‌کردم. با تشکر ناصر کیفی. بفرمایید. مطمئنی تیرشون به سگ خورده؟ وای، عمو حشمت. من چه برین تو؟ فدای سرتون که اینجا مشتری کم داره. فدای سر تو هم چه پول ندارم شهریت بده. یعنی اینقدر؟ اینقدر که یه ذرهشه، اونقدر. پس چرا میخواستم تو نفهمه؟ میخواستم تو قصه نخوره. فدای سرتون. اگه بدونین چقدر دلم واسهتون تنگ شده بود. از بس چه دختر بیا عاطفه. دختر زن یه جور بیا که همدیگه را بشناسیم. یواش یواش داشت قیافت یادم میرفت. ولی من قیافه شما رو هیچ وقت یادم نمیره. اینگد یه ذرهش، اونگد قربون قیافش برم اصلا و ابدا. آی آی آی، اون زبانش تو داره مار از لونش میچشی بیرون. حالا ببینم وقتشه. نه بهتر تو این زمانه بی پولی و بیکاره مجم میشه جهزیه خرت. بابا جان، بابا میشه واسه اینجا یا خونه اینترنت وایلس بخریم؟ دختر جون دو ساعت شعر غزل برات میخونم. میگم که پول ندارم، عجب پول داشتم جهزیه میخریدم برات. بعد از چند مدت اومدی سرش کرده تو این لپتاپ. بابا ببند اینو. اه چاوش بیبرگردی، آه بیبرگردی، دروازه گریزشته. بابا باز نکن. راستی بابا، اون دوتا کی بودن؟ کیا میخواستن شب بیان اینجا گفتین نیان؟ تازه باشن آشنا شدم. یکیشون میخواست بره اون ور آب، سرش کلاه گذاشتن. بردن وسط آب، گفتن اینجا اون ور آبه. دوتاشون هم اومده ماه اثر، نه شناسنامه آوردن، نه پول، نه عقل درست حسابه. من میرم بادم. قلم پا. ولی خیلی دوست داشتن اینا. درو. با اینکه چند روزی با اونا آشنا شدم، ولی وقتی چی نیستن خیلی دلم براشون تنگ میشه. خوش به حالشون. تالا نیده بودم به کسی اینقدر وابسته بشین. آره عجیبه. یادت یه بار شطور خالت گم شده با چه حاله داشتم؟ منم الان همون حاله داره. دقیقم جمع نمیزم بارو داره با شطور مقایسه کنیم. قلم پا. مرد چی فکر میکنم یادم نمیاد. کی شطور خاله اینا گم شده بود؟ جیر نده، مثال زده. شطور گم نشده بوده، مثال میزده. هیچی نشده، چقدر دلم براشون تن شده. خدا کنه حرف من جدی نگیرم برگرده. بریم، نه بابا، گناه داره، گناه داره. قلم پا. زهر مار برم. سلام برم و حشمت بزرگ. سلام زهر مار، بفرما. یه چشینه، تو با اجازه چی اومد اینجا؟ دلم،
دست خودم نیست که عمو، با اینکه دو سه روز بیشتر نیست با هم آشنا شدیم، ولی وقتی نمیبینمشون دلم براشون لگ میزنه. چه جالب، اتفاقا بابام الان داشت همینو میگفت. نه بابا، چه تلپاتی فوق‌العاده‌ای. تلپاتی چیه دختر؟ این گوش وا ایستاده بود. مگه گوش وا نایستاده بود؟ سلام. سلام. ما اصلا فکر نمی‌کردیم اینقدر دلمون برای شما تنگ بشه. بفرمایید بابا خان. اینا هم گوش وا ایستادن. به این میگن تلپاتی، نه گوش وا ایستادن. ترمی چند بابا؟ انقدر خوندم که معنی تلپاتی رو بفهمم. پس معنی گوش وا ایستادن نمیدونه. فرد کجاست؟ یعنی میتونیم بیایم تو؟ نه انشالله بیرونه. الو. الو مامان. مامان من تلفن راه دورم داره پول میندازه. به جهنم که پول میندازه. الو دایی شمایی؟ حرف نباشه، به جای این حرفا یه مقدار پول بفرست واسه این ننه پیرت که بده به این طلبکارات که شر اون آدم ها از سرش برداشته شه. نکنه میخوای سکته کنه بیفته گوشه اتاق. من این مامانم چی شده؟ هیچی نشده، فقط یه مقدار فشارش رفته والا چسبیده به تاق. پایینم نمیاد. دایی گوشه بده مامانم میخوام صداشو بشنوم. بچم تو قربته، بهش بگی من مریضم از قصه دق میکنه. الو دایی؟ خدا هنو درستش میکنم. میخوام صداشو بشنوم. فرید شوخی کردم بابا. ننه حالش خوبه، الانم داره تو حیات بارفیکس میره. بیا بیا اومدش. گوچی دسته، بیا باش صحبت کن. دستم سوخ بابا. الو فرید. سلام مادر. الو ماما خوبی؟ الهی قربون اون صدات برم. دارم میمیرم مادر. ماما دیگه روزای آخرم، اگه ندیدی حلالم کن. تو که بدترش کردی آبجی، فقط میخواستی ما رو جلو این قهرمان ضایع کنی. الو قهرمان دایی. الو دیدی چیکار کردی؟ قهرمانی پیشکشش، این دیگه با هفتم هشتمی هم بر نمیگرده. خدا جون، یه کمی بیشتر هوای این بنده حقیرتو داشته باش. با ما که بنده خوبتی، حق کسی رو ناحق نکردی. چه بلایی یه سر ما داره میاد؟ با شما که خود میدونی ما اگه میخوام بریم اون برای آب، میخوام بریم کار کنیم، پول در بیاریم، بفرستیم دم خونمون. بابا که نداریم، مادرمونم پیر، خودت میدونی گناه داره اینقدر زجر بکشه. دلمون خوش به این دلاور بود که اونم پیچی موکرتم. ردیف کنید دلاور رو ما ببین. من با این مهندس صحبت میکنم، شما خودتونم پیگیری کنید، انشاءالله درست میشه. ممنون، خداحافظ. خدا نگهدار. آقا فرید خیلی مخلصم، نوکرتم. آقا دست شما در نکنه بابا، اتفاقا ذکر خیرتون بود. با چی؟ با خدا. داشتم دعا میکردم که شما رو ببینم، هنوز جوهر دعام خوش نشده بود، شما خودتون تشریف آوردین. بابا چیکار چیز دیگه خواسته بودین؟ والا قلب صاف و دل پاکته، خوشا به سعادتت. التماس دعا. نوکرتم محتاجی. باور کنین بعد از اونی که رفتم لب سال دیدم شما تشریف نیوردین، نگاه یه بیل مکانیکی زیر پامو خالی کرد، یه چکش 10 تن زد تو سرم، 10 تنم بوتون ریختن رو این قلب بی صاحبم. پس پروژه عمرانی سنگینی داشتی. سنگین سنگین. شما الان اینجا پروژه عمرانی داشتین؟ تشریف آورده بودی؟ نه، اومده بودم نماز بخونم. تو مسجد نماز بخونی؟ خواره مگه تعجب داره تو مسجد نماز خوندن؟ نه اتفاقا اصل نماز رو تو مسجد میخونم، فقط مدل شما ندیده بودم که. چه مدلی مگه؟ اینجا شما خیلی، چون مدلتون باحاله اصلا، دمتون خیلی، کارتون درسته. شام خوردی یا نه؟ باور کنید نخوردم. خب پس بریم. بریم. شما هم نخوردین؟ نه نه. بریم.
پس روانشناسی میخونی؟ آره، کجا فهمیدی؟ خودت الان گفتی. دروغ. بچه ها، بانون بخوری سیر بشید. چشم، چشم. الو، چرا حرف نمیزنه؟ من چی گفتم الو؟ آقا اینجا بای نیست، تون تون فرت فرت زنگ میزنه، مزاحم نشو دیگه. کاوش پشو برو. عمو چاوش. همون چاوش، پشو برو. خب من مزاحم شدم، بعدم با هم آشتی کردیم و. میگم پاشو برو هتل. شما هنوز ناراحتین؟ خب من یه بار دیگه از طرف همه از شما عذرخواهی. دخترم، منظورم این نیست، منظورم اینه پاشو بره هتل، وسایل از اونجا ورداره بیاره اینجا. دیگه اونجا موندن تو صلاح نیست. همون آدم های بیرحمیشی شما میگین ممکنه بلای به سرتون بیارن. خب آخه اون وقت شب و کجا بمونین؟ تو مگر هر شب اونجا میموندی نگرانی؟ صدف خانمو میگن. چه عجب، شما حرف زدین. میدونی از کی تا الان یه کلمه هم حرف نزدی؟ آدم عاقل زمانی حرف میزنه که موردش پیش بیاد خانم. پس چرا صبر نکردیش موردش پیش بیاد؟ آدم عاقل، مگر من نمیبینم اون چی میگیش تو ترجمه میکنه؟ راست میگه دیگه. چرا نشستی پسر؟ زود برو هتل تحویل بده، برگرد بیاد اینجا. آخه اما اگه ناراحت نمیشین خب نمیشه اینجوری که. کجا بمونیم؟ یعنی ما با این همه دبدبه و چپچپه نمیتونیم یه جای پیش شما پیدا کنیم بدیم؟ میتونی؟ چرا نمیتونی؟ سلام آقای دلاور. سلام، حال شما خوبه؟ خوش اومدید. سلام باشید. بفرمایید. به به، سلام دلاور. سلام علیکم. اهلا و سهلا. آره خوب هستین، خیلی مخلصم. به به، آقای اهلا و سهلا. به به، خوب، شما خوب هستین. شما بالاخره توجیه شدی که اینجا کیشه؟ بله متوجه شدم که کاملا. و دبی هم نیست؟ بله بله. درود بر شما. با اجازه شما. قربان شما، خدا نگهدار شبتون. خدا نگهدار. آقا فرید بفرمایید، این جریان اهلن و سهلن چی بود؟ نه یه چیه که از دوستم شلوارک پوشیده بود، فکر کرده اونجا دوباره. به یه چی نیست، فقط بمی آقا دلوار من اینجا گفته باشم الان من از دست تو جیبم بخوای بکنی من ناراحت میشم، من حساب میکنم. ولی حال کردم آقا، همه رو کشیدی زیر بلیت خودت. اینا این پلیس ها گرون میگیرن نه؟ آقا فرید، رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دوش از امور قبیحه. شما لطف کنید نفر رو حساب کنید. سلام عزیزم، ممنون. آبروان کمرومه. بس شما درد نکنید. آقا فرید، شما مطمئنی که در مورد من اشتباه نمی کنی؟ ببین آقا دلاور، من شما رو با چشم بستم قبول دارم، حاضرم از همین امروز شاگردتون رو بکنم. انتخاب تو کردی؟ 100%، انتخاب اول و آخر من شمایی. قضا تو میگم. آها، قضا که من مایی سرخ کرده میخورم. آقا دلاور، اینا هیچ کدوم نمیدونن کار اصلیتون چیه نه؟ خیلی سخت آدم قاچاقچی باشه و کسی نفهمه کارش چیه. واقعا باریکلا داره، ای بر. خب همه که فهم و شعور شما رو ندارن. خواهش میکنم. سلام. سلام. آقا دلوبر، آقای معصومی سلام رسون در خدمتون. گفتم برای احداثمون سینمای سه‌بعدی میخوام بیان که باهاتون صحبت باشه. آقای بوداغی هم سلام رسوند. گفتم که اگه راه داره اینو امضا کنید. بله. بفرمایید شما به کارتون برسید. چش چش. با عزت. خواهش. بابا دم شما گرم. میبینم کارهای فرهنگی هم که انجام میدین. البته با اجازهتون اگه اشکال نداشته باشه. نه خواهش میکنم. اتفاقا به نظر من بهترین روش واسه سرپوشی کارهای غیر فرهنگی همین کارهای فرهنگیه. من جای شما بودم دو سه تا امضا دیگه میزدم سینما پنج بعدی بزنن که هیچکی دیگه شک نکنه. شما کار درسته. خب ببخشید. خسته نباشید. سلامت باشین. از اقامتتون توی هتل ما راضی بودین؟ بله. از سرویس پذیرایی بله. چطور؟ بله. از مسئول روابط عمومی چطور؟ بله. فقط ببخشید من اسم شما رو فراموش کردم. بنده ناصر کیفی هستم. ناصر کیفی یا ناظر کیفی؟ ناظر کیفی برادر بزرگمه، توی صدا و سیما کار میکنه. البته تو شناسنامه اسمش علیرضاست. بله، بس بی دلیل نیست به شناسنامه گیر میدادین. خانم خدمت شما. صورت حساب محبت میکنین؟ شما صورت حسابشون رو بدین خدمتشون دیگه. بفرمایید. ممنون. من 120,000 تومان باید بدم. ببخشید ما پول 6 شب دادیم، 4 شب موندیم. شما بده کار اینا چجوری حساب کردین؟ اینجوری ببین عزیزم، 10 و 9 8 2 7 و 6 با 5 تا میشه 11 تا. نمک نریز آقا،
میگم ما 4 شب موندیم. 4 شب نه، 5 شب. با امشب میشه 5 شب. امشب دیگه چرا؟ ما که داریم اتاق تخلیه میکنیم. عرض کنید خدمتشون. چشم. عرض کنم خدمتتون که ما این وقت شب معمولا اتاق پر میکنیم، خالی نمیکنیم. به جهنم. چی؟ میگم باز اگه بعد چی گفتی میگم؟ میگم اگه باز امشب هم حساب کنیم میشه 5 شب. باز شما بدهکارین. عرض و بیا خدمتش. بله، عرض کنم خدمتتون که با هزینه های دیگه تون باید مبلغ 120 هزار تومان پرداخت کنین. اگه به قبض دقت کنین میبینین که اون 1 شب از هزینه ها کم شده. دقت کنین اون وقت متوجه عرضم باشه. باشه هرچی شما بگید. ولی الان پول همراهم ندارم و بریم بیارین. من میگم ندارم، شما میگی بریم بیارین. نه نه، عرض خانمو نگرفتی. گفتی من پول همراهم ندارم، پس میتونی بری پول برداری بیاری دیگه. چه فرق میکنه؟ فرقشو عرض کن خدمتش. عرض کنم خدمتتون فرقش اینه که کارت خانم شما اینجا پیش ما میمونه تا شما پولو بیارین تسویه حساب کنین. خانمم؟ صبر کنم. پس بالاخره قبول کردید که خانممه. بله، من خودم ثابت کردم که شما زن و شوهری. یعنی خودت میدونستی که ما زن و شوهریم؟ 100%. 100% و 100% میشه 200%. 200%؟ 200% از چقدر؟ ها؟ 200% از چقدر؟ 100% دیگه. حالا با این کاری ندارم. با این اوصاف من خانوما میتونیم برگردیم اینجا بمونیم؟ مبارکه، مگه شناسنامتون پیدا شده؟ نه خیر. خب پس بفرمایید پول بردارید بیارید تسویه کنید. با تشکر مدیر امور روابط عمومی مالی. این همه ما رو میپایی ها؟ این همه بلا سرمون آوردی باز راضی نشدی؟ اصلا نمیفهمم چی میگی. خیلی خوبم میفهمی چی میگم. فکر میکنی من نمیدونم کی راپورت ما رو به امام جد میده؟ ها؟ حیف که نباید بگم ولی دلم نمیاد نگم. فکر میکنی من نمیدونم چرا تا اینجا با ما اومدی؟ فکر میکنی من نمیدونم چرا ساک ما رو دزدیدی؟ ای نداره عزیز من. اگه نمیدونی بدون، برای اینکه آبرو و شخصیت ما رو ببری. من همه چی رو میدونم ولی تو هم بدون که تاوانش رو پس میدی. آقای جاوش خان وایسا. آقای جاوش خان دارم تونشو پس میدم، صدامو ببین. بله دارم تونشو پس میدم، همین مهملاتی که میشنوم تون پس دادنه داداش من. من اصلا دیوانه بودم که با ماشین اونجور دنبال قطار دویدم که شماها رو برسونم. اگه دیوانه نبودم که پول اون قایقرونا رو نمیدادم. اصلا تو راست میگی، من میخوام تو رو خرابت کنم. میخوام خرابت کنم که جای خواب بهت میدم دیگه، مگه نه؟ خب پس این همه بلا رو کی سر اون میاره؟ خب من از کجا بدونم قربون تو؟ تو مطمئن باش اگر من نبودم بلاهای خیلی بدتر از این سرت میومد. آخه من زن و بچه‌ام رو ول کردم اومدم چی کار اینجا این همه وقت؟ واسه چی؟ واسه اینکه مراقب شما دوتا باشم دیگه. یعنی اما امجد گفته بیای مراقب ما باشی؟ آخه قربونت برم مگه میشه من بلنشم بیام اینجا این همه وقت واسه خودم بچرخم؟ میشه؟ تموم شد. شنیدی آقا؟ من که بهت گفتم این پسره یه بوهایی برده. آقا اگه میشنوی بابا یه علامتی، یه چیزی که بفهمم قد نشده. آخه احمق، وقتی تو منو نمیبینی من چطوری به تو علامت بدم؟ آخه علامت دادن که فقط چشمک زدن نیست، تو سرفه‌ام بکنی علامته. دریافت شد، حالا قد نکن، میخوام برم سوارش کنم بقیهش رو گوش کنیم. خب حالا که فهمیدم سیامک هم دستتون نیست بیشتر نگران شدم. گفتم که نمیشناسمش. اصلا مگه تو اون ساک چی بود که اینقدر مهمه؟ به کسی نگی ها، به یه موضوع ملی ربط داره. جان؟ چی شد؟ آره میگم که به یه موضوع ملی ربط داره. سینت خیلی داغونه. آره این موضوع ملی. ببین ولی من البته نمیتونم جزئیاتشو بگم ها، ولی فقط همینقدر بگم که زندگی من به اون ساک بستگی داره. البته زندگی خیلی ها،
وای اگه اون ساکو پیدا نکنیم و معلوم نیست چه بلای سرام بیاد. آخه اگه جیمیز بگه یه چیزی، یه همچین چیز مهمی به تو چه ربطی داره؟ ربط داره دیگه، من گمش کردم، خودم هم باید پیداش کنم. آخه تو خودتو وارد چیه بازی کردی چاوش؟ واردم کردن. اگه بتونیم اونی که کیفمو دزدید و بگیریم و تحویل بدیم و من خلاص میشم. خیلی ممنون، من چمدونمو بردارم برم. خداحافظ. قربان تو، قربان تو. راستی دکتر بری یا این سینت بد خسخس میکنه؟ باشه چشم. ببین بری یا خیلی خسخس. چشم، میرم، بفرمایید. باش باش، خداحافظ. این پسره گفتم یه ریگی به کفشش هست، اگه این پسره مأمور باشه چی؟ تو فاصله یه دقیش دخل من اومده، میشنوی؟ گفتم مادر رو بردست شما در نکن، عجب شامی بود، معده‌ام تعجب کرد. چه جونت؟ ای برم بابت امروز ها، کلی حرفای باحال یاد گرفتم. امیدوارم که چیز بدی یاد نگرفته باشی. بابا همه‌شون باحال بودن. اولین چیزی هم که یاد گرفتم این که ریای مصلحتی مثل دروغ مصلحتی هیچ اشکالی نداره. به اگه مصلحتی هم تو این دوتا گناه بزرگ باشه، فقط مصلحت شیطانه و بس. بابا دمتون گرم آقا دل بر خدا، این حرفاتونو باید قاب کرد زد سینه دیوار. خیلی باحال حرف می‌زدی. کی بریم آخه؟ راستشو بخوای ببین فرید جان، من ببین الان نمیتونیم بریم، باید یکم منتظر باشیم. بابا آقا دلوبر من دیرم میشه، من کار دارم. جلو رو دو نفر حساب کن را بیفتیم بریم دیگه. بابا اصلا بحث عقب و جلو نیستش که، یه تعداد آدم مثل تو هستن که من باید به دادشون برسم. حالا اینا رو بیخیلی، تو که گفتی پول نداری. بابا شما اوکی رفتن رو بده، من خودم پولشو جور میکنم دیگه. خیلی خوب، من یه جلسه مهم دارم. خب تو شماره تلفنتو به من بده. یادداشت کن، من خودم باید تماس میگیرم. به هر حال من مثل یه مرد پشت سرتم، فقط صدف تو نباید بترسی. ای بابا خوشیمه خوشیمه خوشیمه. ببین خود سیامکه. خب جوابشو نده، یه ریز داره زنگ میزنه، ویلخو نیست که دی. خب گوشیتو خاموش کن دیگه، اون وقت میفهمه که داره میپیچونی مشو. آه اگه جواب ندی از کجا میفهمه؟ چشم چشم چشم. آه اصلا هر چی شما بگید، شما با ما دوست باش، همه چی حله. عجب. اینقدر جواب نداد تا شارژ موبایلش هم رفت. یعنی چی رفتن؟ آقا تو محیط کار با من قشنگ برخورد کن. حرف نباشه سخیف. ببینم برای چی رفتن به من خبر ندیدی؟ آقا چه جوری بهت خبر میدم؟ ازت شماره نداشتم که. یعنی چی بهانه الکی میاری؟ تو اگر میخواستی شماره منو میتونستی پیدا کنی. خب چه جوری؟ از کجا الان شمارهتون رو محبت کنید بدید؟ وقتی مرغ از قفس پرید شماره من به چه دردت میخوره؟ آقا مرغ از قفس نپریده، یعنی برش میگردونم تو قفس. شما چیکار دارید؟ اون از ترس من حاضر تو قفس شیر بره، ولی جایی که من هستم برنگرده. برمیگرده آقا، یعنی مجبوره برگرده. پول نداشت تصفیه کنه، کارت خانومش رو گرو گذاشته پیش ما. واسه اینکه خانومش نفهمه مجبوره برگرده. یعنی اگه سگ هارم اینجا بسته باشن، نه اینکه منظورم این باشه شما هاریدا، منظورم اینه که مجبوره برگرده. اینها این که بادومه، اینهاش. آفرین، معلومه کارتو بلدی ها. بده من. آقا این کارت ملی خودم ها، کارت ملی خانومم تو قاف صندوقه. آخه سخیف، بهتر از این جمله نمیتونم برات پیدا کنم. کارت ملی هم نمونه داره؟ آقا گفتم بالاخره نمونهشو ببینید بدونید یه همچین کارتی پیش من داره، خیالتون راحت باشه. من ولی تماس میگیرم باهاتون، حتما بیاید اینجا خدمتشون برسید. اگه خودتونم نه، یکی از همکاراتونو تو همین منطقه بگید بیاد خدمتشون برسه. اگه نه، من به همکارای خودم تو همین منطقه هستم دیگه، خودم میام خدمتشون میرسم. تموم شد؟ تایی معدتو بگش، از 4 تا جمله جا مونده باشه. بالاخره این همه را من آوردی تا بیرون، باید یه چیزی بگم خیالم راحت شه دیگه.
سلام 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 خوب هستی؟ همه نوکرتم نوکرتم بعد بقیه هم تموم شدم و چه باش دیگه اگه بار گران بودیم و رفتیم نامهربان بودیم و رفتیم دیگه خلاصه ما رو حلال کنیم دیگه ما رفتنی شدیم کجا؟ دیگه باید برم دیگه من شما آخره با آقای دلاور خوردم قرار شد دیگه هرچی سریعتر ردیف کنه که من برم واقعا داری میری؟ میرم که همون جسمم میره اونم بر حسب تقدیر خودم که اینجام روحم پیش شماست نیه همون چاواش که تو دل ماست شما هم رو مخ ما ببینم از اون زود بهتر برای ما جا پیدا نکردی؟ بیا جای دست در نکن دنشترین جا رو دادم به شما جا چه ویوی داره پنتاس دیگه بابا دیوونه هستی دیوونه شاخ دم نداره مکرتم خب برو به امان خدا مواظب خودت باش مرگونه شما خدا حافظ شما خوشحال شدم ببینم فقط امشب میری دیگاره؟ نه حالا یه چند شبیم طول میکشه تا معلوم بشه کی میرم با نگفتم دیوونه هست ببین ما داریم میریم مواظب اینجا باش اینجا بازه به اون هرایت هم بسپار که مطمئن یاله تخت من اینجا باید میستم مثل سگ هر کی رچون با آجر میزنم تو کلیه هست آفره خداحافظ خدایا منو این همه خوشبختی محاله ظاهر سیاد خوبیست ولی توش که اینجا آرومه اینجاست؟ بله اتفاقا ظاهرش هم خیلی خوبه به سطح هتل میارزه نه صدف؟ آره دستتون درد نکنه امو خیلی شرمنده کردی خواهش میکنم ببخشین دیگه قدیمیه بودو چوبا نه بابا از سرمونم زیاده صفایی که اینجا داره هتل هفت ستاره نداره امو هیچی تعارف شپاره نکنید بفهمید بفهمید دخترم با اجازتون ببخش خواهش میکنم جانه آخ ببخشید اول خانم ها حواسم نبود پر خانقه خسته ایم بفرمایید خواهش میکنم ببخشید آقا ببخشید اصلا حواسم نبود اول بزرگترا بفرمایمو پری پشت در بنداز چشم ده آخی چاواش بیرون مونده چاواش نمیاد ما مردا توی رستوران میخوابیم اگر کار داشتی زنگ بزنید بفرمایید عمو جان من فکر کردم منو صدف دیگه بعد از اونم بدبختی که داشتی قصه نخور عمو شناسنامه‌ات ان شاء الله پیدا می‌کنم با شما هم شناسنامه می‌خواید عمو مگه اینجا هتله اینجا هتل نیست ولی کاروانسرام نیست بره صدف خدافه چشم بریم چاواش یه دقیقه وایستا ها بیا لباستو لاغل ببر این که دیگه شناسنامه نمیخواد نه عزیزم مشکل نداره صدف نرو میدونم اگه برم جام خالیه شوخی گردم شوخی بیا بریم چشم ببخشید خدافز صدف صدف دست درد نکنه میشیم؟ آره بابا آره نمیشیم میشیم آخه میشیم که میش نیستیم چجوری اینجا همه با هم جا میشیم بابا شما چی کار دارید من الان ردیف میکنم اونا چه کرپف نمیکنن دستاشو ببرن بالا
میدونم. اینجوری هزار نفرم جا میشدن. عمو جان، عمو، عمو. زره، زره. چاوشم، همون کاوش خودتون. میگم هزار. اگه میخواین خود رو پف کنین راحت باشین ها. هم قد بلند رفت هم قد متوسط. شما راحت باش. آقا میگفت تا زیاده میخواد. نه 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 قضیه جا رو نمیگم. خود رو پف رو میگم. هش از خور رو پف چت بندازش بیار. چش چش. شما هم میگم اگه یه وقت خواستی خور رو پف کنی معذب نباش. راحت ول کن خودتو دیگه. من اصلا عادت ندارم. میدونم. میگم برای آدمیزاده دیگه. یه وقت خواستی خور رو پف کنی. قوت بازو تو. همیشه فکر میکردم چاوش منو میبینه هول میشه خراب کاری میکنه. بعدا فهمیدم نه بابا این کلن همین جوریه. ولی من شما رو دیدم هول شدم. عجب. میگم راستی پری این مامانته دیگه نه؟ آره. آخه چقدرم جوون بوده فوت کرده. خدا بیامرزت. 10 سالم بود فوت کرد. اوه پس خیلی وقت فوت کرده. وا صدفشون یه جوری میگه من چند سالمه ها. نه بابا من منظوری نداشتم. ناراحت شدی؟ ببین من میخواستم بگم که پس معلومه که بابات خیلی مامانت رو دوست داشته که تا حالا ازدواج نکرده. آره بیشتر به خاطر مامانم بوده. حتی از وقتی اینجا خاکش کردیم برای همیشه اینجا مونده. دیگه بر نگشت شهرش. یه چند وقته میخوام ازدواج کنم ولی زیر بار نمیرم. نمیخوام بعد از ازدواج من تنها بمونه. به سلامتی قرار ازدواج کنی؟ به سلامتی آره. یه خواستگار خیلی خوب دارم. ولی خب روم نمیشه به بابام بگم. تو اینترنت باش آشنا شدم. خب از نزدیک دیدی؟ شنی منظورم که خوب میشناسیش؟ آره عکسشو دیدم. فکر کنم خیلی خوش تیپه. ظاهرا دکتر اسمش دانیاله. بعد 30 و چند سالش هم هستش. خانواده خیلی خوب و پولدار و اصیل هم داره. خب اینایی که میگی خوبه ولی خب ببین چاوش هم خیلی خوشیپه. درسته که وقتی 6 و 8 میزنه ولی خب این به خاطر اینکه نابغه است. ولی بهترین دانشجوی دانشکده‌مون بود. خیلی درسش خوب بود. خانواده‌اش هم اصیلن. موهاش هم اگر میبینی فرفریه خب من دوست دارم چون خیلی خواسته. منتها اینا رو که بهت گفتم برای اینه که وقت بیگدار به آب نزنی. نه بابا یه جلسه روانکاویش میکنم. زیر و بمشو میکشم بیرون. تو این که شک ندارم. امروز حساب کار دستم اومد. سلفشون تو به بابام میگی؟ من رو نمیشه بگم خواستگار دارم. بابا برای چی رود نمیشه؟ مگه خواستگار داشتن عیب داره؟ نه میدونی خب ما شهرستانی ها اینجوری نیستیم دیگه. جلو بزرگتر و حجب و حیا داری. دستت درد نکنه دیگه. یعنی ما نداریم؟ نه که ندارین ولی حالا تو اصلا چجوری به بابات گفتی خواستگار داری ها؟ راستشو بخوای منم روم نشد. رفتم سر خاک مامانم. یه جوری بهش گفتم که بابامم که یکم اونورتر بود بشنوه. اینجوری. آخه. خدا بیامرزتش. خدا مامان تو هم بیامرز. خب بعد بابات چی گفت؟ هیچی دیگه. بابامم یه شب اومد به خوابم. دستشو کشید روی سرم. گفت ایشالا خوشبخش. دروغ نگو. نه بابا دروغم چی؟ البته میدونی اما امجد و عمه جونم خیلی بهم کمک کردن. یعنی همیشه سعی کردن جای خالی اونا رو برام پر کنن. ولی خب نمیشه که خودت میدونی. میوه بخور. پوست بکنم؟ نه میخورم. تو آخرش کار دست من میدی. مرد نه حسابی میدونی ساعت چندی که الان مزاحم من شدی؟ گفتم این خبری بهتون بدم که راحت تر بخوابین. ای بابا من تو تمام عمرم اینقدر راحت نخوابیده بودم که تو منو بیدار کردی. چی جوری خوابتون برد؟ من که وقتی فهمیدم این پسر ممکنه مأمور باشه یه ثانیه هم چشم رو هم نذاشتم. خودتی تو که چند ساعت بیشتر نیست که خبر داری. شلوغش نکن. خبرت چیه؟ آه ساکشونو انداختم تو دریا. همونی که میگفتن یه چیز مهمی توشه. آخه برای چی این کاری کردی؟ برای اینکه ناغافل نریزن توی هتلی و اتوش یه مدرکی چیزی دارن. آخه هبنگ لااقل میگشتی ببینی چیزی توش هست یا نه. تو داری من رو دیوونه میکنی. نگران نباش آقا.
توشو قبلا خالی کردم. خب الان چیزی مهم چی بود توش؟ هنوز نمیدونم، ولی قول میدم فردا نگاه کنم بهتون خبر بدم. شب بخیر آقا. مردشور اون ریختتو ببرن، لااقل فردا زنگ میزدی میذاشی من راحت بخوابم. چی شده؟ کی بود زنگ زد؟ هیچی، بابا نگهبان شرکت بود. خانم یه قرص سردرد بیار من بخورم. معلومه اینجوری که گرفی میزنی تو سر درد میگیره دیگه، منم از خواب بیدار کردی. دیگه آقا یه خبره، گفتم بهت بدم که تخت 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 بگیری بخوابی دیگه. پیداش کردم. خیلی خوب، حالا چی هست؟ یه مموری موبایل. خب توش چیه؟ چی توشه که الان نمیدونم آقا، ولی تا فردا اینو جیمی ساعتوشو در میارم و بهت خبر میدم. من یه چیز مهمی توش هست. آخه معلومه که یه چیز مهم توشه. آخه خوشحال شنگول مشنگ مردشور اون خبر دادن رو تو ببرم. چه غلطی کرد؟ اینا چقدر میخوابن؟ الو؟ چرا جواب نمیدی؟ من که الو گفتم. علیش السلام. خواهش میکنم. بله بله بله. گوشی؟ چقدر میخوای بخوابه؟ باشو بینم. گت بلند تویی؟ چطور؟ خیلی جم خوابیده بوده، فکر کردم چه گت متوسطه. فرید، فرید، فرید. مهندس تویی؟ فرید، فرید. جونم چی شده؟ خوابت پرید؟ چی شده؟ تلفن باد کار داری. خب ما فکر کردیم سیل اومده، همون خب جوابشو بده دیگه. بلند شو با تلفن صحبت کن. بابا تلفن شماست، من چی بگم؟ بابا تلفن تو را میخواد. بگو جلسه داره دیگه. اومدم اون کار مهمه رو بگم. وقت ندارم. بله. سلام، صبح بخیر. بفرمایید. سلام، مخلصم، نوکرتم. جونم. امروز؟ باشه باشه. نه من وسایلم جمعه. کجا فقط بیام؟ نوکرتم هستم. چشم چشم. خداحافظ خداحافظ. عمو غلامتم غلامتم. اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم بازم باید بریم. همون دیگه ببخشید اگه بابا این حرفات دیگه، اگه جوونی خامی چیزی کردیم بی تربیتی شما بزرگی خودتون، ببخشید دیگه. آقای گت متوسط بی خیال باش، هممون رفتنی. قبل از رفتنت یه سر برو بانک، شاید پولمول به حسابت اومده باشه. چش دست در نکن بابت یادآوری، حتما یه سر میزنم. رسیدی اونورم یه شماره حساب چیزی واسه من بفرستا. چیکار؟ حالا میخوام برات یه چیز بفرستم، بعدم میفهمی. مهندس به شماره حساب به غیر از پول چیز دیگه نمیتونه بفرستی، میگی بعدم میفهمه. علاچه مرموزش میکنه. با منظورم اینه که بعدم میفهمه چرا براش پول فرستادم. بعدن چرا؟ از همینش معلومه. از بس شما بچه با مرام و با صفا و لوتی و خاکی و اصلا وظیفه ماست شما رو حساب بگیریم. شما بگیریم بابا مرام. بچه بالی ها نوکرتم. خیلی خوبه. دمت گرم. خیلی
نوکرتم. بگیرش. یه خورده غذا و خرتپت توش گذاشتم لازمت میشه. این برای منه؟ آره برای شماست. اون وقت این کوله مال خودتونه اینقدر رنگش شده؟ نه. وقتی پره میرفت دبستان براش پیش دبستانه گرفته بودن. به هر حال دست شما در نکنه بابت این محبتتون. خداحافظ. خداحافظ. قربون شما. خداحافظ. استاد. نگو استاد. من غلام. نوکرتم. خداحافظ. خداحافظ. کاشکی نمیرفت. موجشو خیلی دوست داشت. سلام. سلام علیکم. سلام. خوب هستی؟ سلام کنم. ببخشید دیگه. خوبی بعدی هم آدینی حلال کنی. من باید برم. خدا نگهدار. خدا حافظ. مواظب خودتون باشید. سلام. 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 صابونه که نخوردی؟ این دیگه دست شما خانما رو میبوسه. من نمره میخورم. راستی این چیه عمو؟ اینا آورده بودم پشت سر مو قد متفرسه بپاچم. بریم بچه ها. بریم. یادمون رفت یه عکس دو نفره هم با هم بگیریم. هرچند فکر کنم جوابم نمیده. انشالله که به خوشی ازش استفاده کنیم. مبارکتون باشه. قربون محبت شما. خدا حافظ گلم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. قربون محبت. آقا سلام. سلام قربان. حالا از تاکی قربون شما برم؟ گوشی مموری خور ارزون میخوام. خلاصه بفرمایید. همه گوشی هایی که ما اینجا داریم همه مموری خوره. بطور شما باید بفرمایید که چه قیمت باشه تا من تقدیم حضورتون کنم. چه قیمت که همچین ارزون ارزون قابل شما رو نداره. خواهش می‌کنم. این یکی از بهترین گوشی‌هایی که ما داریم. مموری خورم هست. البته چیزهای دیگه هم باشه می‌خوره. قابل شما رو. خواهش می‌کنم. چند تا سوال از شما که بگذریم. عشبت که 150 غیر شما بیاد اینجا 200 کم تمره. این که 150 فیکسه اینجوری که قابلتون رو نداره دیگه. بفرمایید. اینم خدمت شما 150. 150 بله درسته. درسته. آقا همین. من سلامت شما رو میخوام. یه لحظه ایزو بفرمید. من براتون بذارم تو کارتونش. من مرسی. من همینجوری میبرم بیرون کار دارم باش. خیلی ممنون. بفرمایید قربان. باز هم شما رو ببینیم. قربون محبت شما. ببخشید. این که مثل مموری بهش نمیخوره. ببین. اختیار داری؟ میخوام مموریتون رو عوض کنم براتون. نه من همین مموری رو میخوام. خب یه گوشی باشه که این بهش بخوره. خواهش میکنم. این گوشی خودتونه؟ بله قابل نداره. خب اینا مموری خوره دیگه قربونت برم. این مموری بهش نمیخوره. چرا ببینید این گوشی خودتون از همینجا بازش میکنید. اینا مموری. جاش هم این بالاست. قشنگ در جای خودش قرار میگیره. تمام؟ خب پس من اینا رو نمیخوام. ایرادی نداره؟ هیچ ایرادی نداره قربان. قربان شما بفرمایید. محبت خدمت شما قربان. این که 100 تومنه. من مثل 150 تومن تقدیم کردم. بله قربان 100 تومنه. قابل شما نداره. منتها جنس از در مغازه که رفت بیرون و برگشت دیگه دست دوم حساب میگه. آره دیگه اختلاف قیمت راهنمایی 50 تومن. با وجودی که صورتتون برای ما آشنا بود دوست دارم بازم شما رو ببینم. میبینم. پنجاه تومن باید خرج بگردیم بفهمیم گوشیمون مموری خوره. اونم 50 تومن. خود میگیرنشه. ببین چی میگم.
حوصله یه حرفاتو ندارم. فقط تو دو کلمه خلاصش کن. چیه؟ بدبخت شدیم آقا. بدبخت. آفرین. چه عجب حرف گوش کن شدی آقای اونگ. چی گفتی؟ بدبخت شدیم دیگه. بیچاره شدیم. فقط اینو بهت بگم. اگه من طوریم بشه خونم گردن خودته ها.